فصل 4 حال. در ظاهر به نظر می رسد که لحظه حال فقط یکی از لحظات بیشمار است. ظاهراً هر روز عمر از هزاران لحظه تشکیل شده است که رویدادهای گوناگون در آنها روی می دهند. اما اگر عمیق‌تر بنگری، آیا همیشه یک لحظه نیست؟ آیا زندگی همواره همین لحظه نیست؟ این یک لحظه حال تنها موردی است که هیچگاه نمیتوانی از آن بگریزی و تنها عامل پایدار زندگی است. هرچه پیش آید و هر اندازه زندگیت تغییر یابد، یک چیز قطعی است، همواره حال است. از آنجا که گریزی از حال نیست، چرا به آن خوش آمد نگویی و با آن دوست نشوی؟ هنگامی که با لحظه حال دوست میشوی، هر کجا باشی احساس آسودگی داری. هنگامی که در حال آسوده نباشی، به هر کجا بروی ناآرامی را همراه خواهی برد. لحظه حال همان گونه که هست هست، همبارا یا می توانی اجازه دهی که باشد؟ تقسیم زندگی به گذشته، حال و آینده ساخته ذهن و در نهایت توهمی است. گذشته و آینده شکل‌های فکری و انتزاعات ذهنی هستند. گذشته را فقط در حال می‌توان به یاد آورد. آنچه به یاد می‌آوری رویدادی است که در حال رخ داده و حال آن را به یاد می‌آوری. آینده هنگامی که برسد حال است. تنها مورد حقیقی، تنها موردی که همواره وجود دارد، همین لحظه است، حال. معطوف کردن توجه خود به حال به معنای انکار ضروریات زندگی نیست، بلکه تشخیص نکات اصلی است. آنگاه می توانی بسیار راحت با نکات فرعی روبرو شوی. نمی گویی من دیگر کاری به هیچ کاری ندارم زیرا فقط حال وجود دارد. نه، ابتدا اصل را دریاب و حال را دوستت کن، نه دشمنت. آن را بپذیر و محترم بشمار. هنگامی که حال مبنا و کانون توجه زندگی تو، زندگیت با آسودگی آشکار می شود. جمع کردن ظرف ها، طراحی یک پروژه تجاری، برنامه ریزی برای سفر، کدام مهمتر است؟ انجام دادن یا نتیجه‌ای که می‌خواهی از طریق انجام دادن به دست آوری؟ این لحظه یا لحظه‌ای مبهمی در آینده؟ آیا این لحظه را به عنوان مانعی می‌بینی که باید بر آن چیره شوی؟ آیا احساس می‌کنی باید به لحظه‌ای در آینده برسی که مهمتر است؟ تقریباً همه بیشتر اوقات این گونه زندگی می‌کنند. از آنجا که آینده هیچگاه نمی رسد مگر به صورت حال، این شیوه زندگی ناکارآمد است و جریان عمیق و مداومی از ناراحتی، تنش و نارضایتی ایجاد می کند. این نگرش زندگی را که در حال است و هیچگاه غیر از حال نیست محترم نمی شمارد. زنده بودن را در بدنت حس کن. این احساس تو را به حال متصل می کند. در نهایت مسئولیت زندگی را نمی پذیری مگر آنکه مسئولیت این لحظه را بپذیری. لحظه حال، چرا که حال یگانه مکانی است که زندگی را در آن می توان یافت. پذیرفتن مسئولیت این لحظه به این مفهوم است که در درون با چنین بودن مخالفت نمی کنی و با آنچه هست ستیز نمی نمایی. به این معناست که با زندگی هماهنگ هستی. همان گونه که هست هست، زیرا نمی تواند جز آن باشد. آنچه را پیروان بودا همواره می دانستند، فیزیکدانان اکنون تایید می کنند. هیچ پدیده یا رویداد مجزایی وجود ندارد. زیر این نمای ظاهری همه چیزها به هم متصل و جزئی از تمامیت کیهانی هستند که شکل کنونی را پدید آورده است.
هنگامی که به آنچه هست بله میگویی با قدرت و شعور زندگی هماهنگ میشوی. فقط در آن هنگام میتوانی مأمور ایجاد دگرگونی های مثبت در جهان گردی. یک تمرین معنوی ساده اما اساسی آن است که هر آنچه را در حال پدید می آید از درون و بیرون بپذیری. هنگامی که توجه تو به حال منتقل می شود، هوشیاری پدید می آید. گویی در حال بیدار شدن از رویایی هستی، رویای فکر، رویای گذشته و آینده. چه سادگی و چه وضوحی، جایی برای مسئله سازی نیست. فقط این لحظه همان گونه که هست. در آن لحظه که تو جهت را به حال معطوف می کنی، به حال وارد می شوی و در می یابی که زندگی مقدس است. هنگامی که حاضر هستی، تقدس همه چیز را درک می کنی. هرچه بیشتر در حال زندگی کنی، شادی ساده اما والای وجود و تقدس کل زندگی را بیشتر احساس خواهی کرد. بیشتر مردم ها را با آنچه در آن روی می دهد اشتباه می گیرند. اما چنین نیست. حال عمیق‌تر از رویدادی است که در آن رخ می دهد. در حقیقت حال فضایی است که رویداد در آن روی می دهد. بنابراین محتوای این لحظه را با حال اشتباه نکن. حال عمیق‌تر از هر محتوایی که در آن پدید می آید است. هنگامی که به حال قدم می گذاری، از محتوای ذهنت خارج می شوی. در این حالت جریان بی‌وقفه تفکر کند می شود. دیگر افکار همه توجهت را نمی بلعند و تو را به تمامی در خود فرو نمی برند. در این وضعیت بین افکار و خواهی از گسترش یافتن و سکون پدید می آید و به تدریج درک می کنی که چند اندازه از فکرهایت گسترده تر و عمیق‌تر هستی. افکار، عواطف، دریافت‌های حسی و تمامی تجربیات محتوای زندگی تو را تشکیل می دهند. تو مفهوم خود را بر مبنای زندگی من شکل می دهی و زندگی من محتواست یا تو چنین باوری داری؟ پیوسته بدیهی ترین واقعیت را ندیده می گیری. درونی ترین احساس من هستم در وجود تو. هیچ ربطی با آنچه در زندگیت روی می دهد ندارد. هیچ احتباطی با محتوا ندارد. آن احساس من هستم و این با حال یکیست و همواره همین گونه باقی خواهد ماند. در کودکی و سالخوردگی، در سلامت یا در بیماری، در موفقیت یا شکست، من هستم یا همان فضای حال در عمیق‌ترین سطح دستورده باقی میماند. اما معمولاً این درونی ترین احساس با محتوا اشتباه گرفته می شود و در نتیجه من هستم یا حال را از طریق محتوای زندگیت فقط به طور غیر مستقیم و خفیف تجربه می کنی. به عبارت دیگر احساس بودن تو توسط شرایط، جریان تفکر و چیزهای بسیار این جهان کدر می شود. حال توسط زمان پوشیده می شود. در نتیجه ریشه داشتن در وجود یعنی حقیقت الهی خودت را فراموش می کنی و در جهان گم می شدی. گمگشتگی، خشم، افسردگی، خشونت و تضاد هنگامی پدید می آید که انسان ها فراموش می کنند چه کسی هستند. اما چه ساده است به یاد آوردن حقیقت و در نتیجه بازگشت به خانه. من افکار، عواطف، دریافت‌های حسی و تجربیاتم نیستم. من محتوای زندگیم نیستم. من زندگی هستم، فضایی هستم که همه چیز در آن روی می‌دهد. من آگاهی هستم، حال هستم، من هستم. فصل 5، وجود حقیقی تو. حال از آن کسی که در عمیق‌ترین سطح هستی جدا نشدنی است. موارد بسیاری در زندگی تو مهم هستند.
اما فقط یک مورد به طور مطلق اهمیت دارد. مهم است که در جهان موفق باشی یا ناموفق، سلامت باشی یا بیمار، تحصیل کرده باشی یا کم سواد، پولدار باشی یا بی پول، بی تردید تمامی این موارد بر زندگی تو تاثیرگذار هستند. بله، همه این موارد اهمیت دارند، اما به طور نسبی، نه به طور مطلق. موردی وجود دارد که از همه اینها مهمتر است و آن یافتن ذات وجود در ورای موجودیت موقتی و مفهوم شخصی و گذرای خود می باشد. تو آرامش را نه با تغییر دادن وضعیت زندگیت، که با پی بردن به آن که در عمیق‌ترین سر چکتی هستی به دست خواهی آورد. تناسخ به تو کمک نمی کند اگر در ظهور بعدی باز هم ندانی چه کسی هستی. تمامی بدبختی های سیاره از مفهوم شخصی من یا ما ناشی می شود. این مفهوم ذات وجود را می پوشاند. هنگامی که به آن ذات درونی آگاه نباشی، در نهایت همواره بدبختی می آفرینی. موضوع به همین سادگی است. هنگامی که نمیدانی چه کسی هستی، یک خود ذهنی میسازی تا جایگزین وجود الهی و زیبای تو شود و به آن خود و به آن خود هراسان و نیازمند میچسبی. آنگاه حمایت و تقویت آن مفهوم کاذب خود نیروی محرک اصلی تو میشود. بسیاری از عبارات رایج و گاه ساختار خود زبان این حقیقت را آشکار می کنند که مردم نمی دانند چه کسی هستند. می گویی او زندگیش را از دست داد، یا زندگی من. گویی زندگی را می توان مالک شد یا از دست داد. حقیقت این است، تو زندگی نداری، تو زندگی هستی. یگان زندگی و تنها آگاهی که سراسر کیهان را فرا گرفته و به اشکال موقتی در می آید تا خود را به صورت سنگ، علف، حیوان، انسان، ستاره و کهکشان تجربه کند. آیا در اعماق وجودت می توانی احساس کنی که این راز را از پیش می دانستی؟ آیا می توانی احساس کنی که تو هم اکنون آن حیات یگانه هستی؟ برای بیشتر امور زندگی نیاز به زمان داری. برای یادگیری یک هنر تازه، ساختن خانه، متخصص شدن، چای درست کردن و غیره نیاز به زمان داری. اما برای اصلی ترین مورد زندگی، تنها موردی که واقعا مهم است، یعنی خودشناسی، زمان اهمیتی ندارد. خودشناسی یعنی شناخت آن که در ورای خود سطحی، برای نام، شکل جسمانی، پیشینه و داستانت چه کسی هستی؟ نمی توانی خودت را در آینده یا گذشته بیابی. تنها مکانی که می توانی خودت را بیابی همکنون در حال است. رهروان معنوی در پی خودشناسی و روشنبینی به آینده چشم می دوزن. رهرو بودن این معنای زمینی را در بر دارد که نیاز به آینده داری. اگر اعتقاد تو این است، برایت واقعیت پیدا خواهد کرد. به زمان نیاز خواهی داشت تا آنگاه که دریابی برای آن که کسی که هستی باشی، نیاز به زمان نداری. هنگامی که به درختی می نگری، نسبت به درخت هوشیار هستی. هنگامی که فکر یا احساسی داری، در مورد آن فکر یا حس هوشیار هستی. هنگامی که تجربه لذت بخش یا دردناکی داری، نسبت به آن تجربه هوشیار هستی. به نظر می رسد اینها عبارتهایی بدیهی باشند، اما اگر به دقت آنها را بررسی کنی، متوجه می شوی که به گونه ظریف توهمی بنیادی در ساختارشان نهادینه شده. توهمی که هنگام بکارگیری زبان گریز ناپذیر است. فکر و زبان دوگانگی ظاهری و شخص جدایی را ایجاد می کنند، در حالی که در حقیقت چنین نیست.
حقیقت این است. تو کسی نیستی که نسبت به درخت، فکر، احساس یا تجربه هوشیار هستی. تو همان هوشیاری یا آگاهی هستی که درون آن چیزها وجود دارد و به آنها شکل می دهد. در حالی که به امور زندگیت می پردازی، آیا می توانی خود را به صورت هوشیاری بینی که تمامی محتوای زندگی در آن آشکار می شود؟ می گویی من می خواهم خودم را بشناسم. تو آن من هستی، تو شناختن هستی، تو آگاهی که با آن همه چیز شناخته می شود. هستی، این آگاهی نمی تواند خودش را بشناسد، زیرا خودش هست. در برای این آگاهی چیزی برای دانستن نیست و با این همه تمامی دانستن ها از آن برمی خیزد. من نمی تواند خود را موضوع دانش و آگاهی قرار دهد. پس تو نمی توانی موضوع خودت بشوی. به همین دلیل توهم هویت خود محورانه پدید آمد، زیرا خودت را به طور ذهنی تبدیل به موضوع کردی. میگویی این من هستم و آنگاه شروع به برقراری رابطه با خودت میکنی و داستانت را برای خودت و دیگران تعریف میکنی. هنگامی که خود را به صورت آن هوشیاری که جهان نمود در آن شکل میگیرد بشناسی، از وابستگی ها به نمودها آزاد میشوی و از جستجو در پی وضعیت ها، مکان ها و شرایط رها میگردی. به بیان دیگر، آنچه رخ میدهد یا نمیدهد دیگر آن همه برایت مهم نیست. در این حالت از سنگینی و جدیت امور کاسته می شود. نوعی بازیگوشی به زندگیت وارد می شود و درک می کنی که این جهان یک رقص کیهانی است. رقص اشکال، نه کمتر و نه بیشتر. هنگامی که می دانی در حقیقت چه کسی هستی، آرامشی پرشور و جاودانی در تو پدید می آید. می توانی آن را شادی بخوانی، زیرا شادی همین است، آرامشی که با زندگی ارتعاش می یابد. شادی شناخت خودت به عنوان ذات زندگی پیش از آن که زندگی شکلی بگیرد. این شادی بودن است، شادی وجود حقیقی تو. همان گونه که آب می تواند جامد، مایع یا گاز باشد، آگاهی نیز می تواند منجمد به صورت ماده فیزیکی، مایه به صورت فکر و ذهن یا بیشک به صورت آگاهی ناب باشد. آگاهی ناب زندگی پیش از نمود یافتن است و آن زندگی از طریق چشمان تو به دنیای اشکال می نگرد. زیرا آگاهی همان است که تو هستی. هنگامی که خودت را به صورت آن آگاهی بشناسی، آنگاه خودت را در همه چیز تشخیص می دهی. این حالتی از روشنی کامل درک است. دیگر موجودی با گذشته سنگین نیستی که حجابی از مفاهیم را با خود حمل کنی و همه تجربه ها را بر اساس آن مفاهیم تفسیر نمایی. هنگامی که بدون تفسیر درک کنی، آنگاه می توانی احساس نمایی که آن که درک می کند کیست. این بهترین توصیفی است که می توانی در محدوده زبان در این باره بگویی. او زمینه از سخون هوشیار است که درک در آن رخ می دهد. آگاهی بدون شکل از طریق تو نسبت به خود هوشیار شده است. زندگی بیشتر افراد توسط خواسته و ترس اداره می شود. خواسته نیاز به افزودن چیزی به تو است تا به طور کامل تری خودت باشی. تمامی ترس ها ترس از دست دادن چیزی و در نتیجه کمتر بودن و از بین رفتن است. این دو حرکت این واقعیت را می پوشانند که بودن دادنی و گرفتنی نیست. بودن به طور کامل همکنون در درون توست. حال